سلام عزیزان حقجو امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می کنید در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند باشید عزیزان خداوند یگانه پرفیز و مهربان خالق این هستی و شما بسیار مشتاق تا با شما صحبت کنه از شما دعوت می کنم تا برای شنیدن از خداوند و شناخت بهتر از او کلام او را مطالعه کنیم. عنوان مطالعه امروز ما در کلام خدا هست تصمیمگیری خردمندانه تصمیم گیری خردمندانه آیه کلیدی مطالعه ما در کلام خدا در مزمور فصل 25 و آیه 12 هست. عزیزان قبل از شروع مطالعه از شما دعوت می کنم تا با هم دعا کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا آموزش دهی. خداوند از تو درخواست می کنم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می خواهی به من بیاموزی به من کمک کنی. خداوند به من کمک کن تا درک کنم این آیه در کلام تو در مزمور 25 آیه 12 چه ربطی با زندگی امروز من داره؟ در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من زندگی هر کدام از ما شکلی یافته از تصمیماتی هست که هر روز اتخاذ می کنیم. به همین دلیل ما ایمانداران به عیسی مسیح باید برای اتخاذ تصمیمات خردمندانه نقشه، طرح و برنامه قابل اطمینانی داشته باشیم تا به ما کمک کنه. متاسفانه بسیاری از مردم برای چگونه تصمیم گیری کردن طرح، نقشه و برنامه قابل اطمینانی ندارند تا راهنما و کمک کننده به آنها باشه اما ما ایمانداران به عیسی مسیح کتاب مقدس را در اختیار داریم که مملو از راهنمایی های کاملا قابل اطمینانی برای کمک به ما در اتخاذ تصمیمات خردمندانه است اگه ما فروتنانه مطابق با طرح و نقشه ای که کلام خدا در کتاب مقدس به ما یاد میده تصمیم گیری کنیم در این صورت حتما موفق خواهیم شد. خداوند توسط آموزه های کلامش در کتاب مقدس به ما کمک میکنه تا تصمیمات خردمندانه بگیریم و از دردسرها، سرها، نگرانی ها و شکست هایی که از تصمیم گیری های غلط میتونسته آیدمون بشه محافظت کنه. عزیزان یکی از کلیدهای اتخاذ تصمیمات خردمندانه در کلام خدا در مزمور 25 آیه 12 در کتاب مقدس هست. این آیه می‌فرماید اگر کسی خدا ترس باشد خدا راه راست را به او نشان خواهد داد. آمین. عزیزان به طور خیلی واضح این آیه به ما یاد میده که خداوند کسانی را که از وی میترسند راهنمایی و هدایت میکنه لازم به توجهی که در اینجا ترس از خداوند به معنای وحشت داشتن و در بیم و حراس دائم بودن از خداوند نیست عزیزان ترس از خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح به معنای احترام گذاردن، گرامی داشتن و تکریم نمودن خداوند و کلام اوست. خدا ترسی برای ما ایمانداران به عیسی مسیح به معنای اعتماد، توکل و اتکاء کامل فقط به خداست. متاسفانه ما اغلب برای اتخاذ تصمیمات خردمندانه با خداوند مشورت نمی کنیم. عزیزان چون خداوند دانای مطلقه عاقلانه است تا ما برای تصمیم گیری اول با او مشورت کنیم و نظر او را جویا باشیم. بله متاسفانه ما اغلب به جای مشورت با خداوند دانای مطلق پدر آسمانی مهربانمان برای اخذ بهترین تصمیمات خردمندانه به صداهای دیگری گوش میکنیم یا که خودمون به تنهایی تصمیم میگیریم و به نظر و خواست خداوند توجهی نداریم ما اشتباها تصور میکنیم که از خداوند باهوشتر هستیم در حالی که نیستیم یا که فکر میکنیم ما بهتر از خداوند میدونیم به چی نیاز داریم و چطور میتونیم مشکلاتمون را حل کنیم یا که برای نیازهامون فراهم در حالی که ما نمیدونیم عزیزان خداوند بسیار مشتاق تا مانند پدری دلسوز، مسئول و وفادار به ما ایماندارانه به خود جواب بده اما جواب خداوند به ما همیشه درست مطابق با خواسته های ما از او نیستند خداوند همیشه در زمان خودش که همیشه بهترین هستند و به روش الهی خودش که فرای درک محدود انسانی ماست در اراده خاص خودش برای زندگی ما به ما جواب میده عزیزان برای اطمینان از اینکه تصمیمات ما خردمندانه و مطابق و هماهنگ با خواست الهی خداوند باشند باید به نقشه طرح و برنامه ای که کلام خدا به ما یاد میده اتکا و از آن پیروی کنیم در ادامه این مطالعه من به معرفی هفت عمل کردی که ما باید قبل از هر تصمیم انجام بدیم تا تصمیمات ما خردمندانه بر اساس کلام خدا و هماهنگ با خواست الهی وی باشند میپردازم. یک اقدام اول ما برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن و تصمیمات خردمندانه مطابق با خواست او اتخاذ نمودن اینه که قلب خودمون را از وجود هر گناه دانسته ای پاک کنیم تکرار میکنم اولین اقدام ما اینه که باید قلب خودمان را از وجود هر گناه دانسته ای پاک کنیم عزیزان گناه در مغز ما افکار پریشان کننده به وجود میاره و این افکار پریشان موجود در ذهن ما مانع شناخت ما از خواست و راهنمایی های خداوند میشند کسانی که فروتنانه و منظم کلام خدا را مطالعه و در آموزه های آن تعمق دارند اشخاصی پر حکمت، دانا، پر از روح القدس و مطیع خداوند هستند. این گونه اشخاص راهنمایی های خداوند را میشنوند و به خوبی آنها را درک می کنند چون که هیچ گناه و مانعی در قلب و زندگی اونها نیست که نگذار صدای خداوند را بشنوند این گونه اشخاص همچنین با خداوند در رابطه گرم و منظم پدر و فرزند ای زندگی می کنند عزیزان عرض کردم قبل از اینکه ما بتونیم صدای خداوند را به وضوح بشنویم و از هدایتهای الهی او بهرهمند بشیم باید هر گونه گناه و هر چیزی را که مغز ما را برخلاف خواست خدا اشغال نموده از خودمون دور کنیم شاید در اینجا برای شما این سال به وجود بیاد که چطور؟ چطور من میتونم هر گونه گناه و هر چیزی را که مغز من را برخلاف خواست خداوند اشغال نموده از خودم دور کنم؟ دوست من برای پاکسازی مغز و قلب و زندگیمون از هر گونه گناه و هر چیز دیگری که برخلاف خواست خداست باید این سه اقدام را انجام بدیم. اولا باید فروتنانه از خود خداوند بخواهیم تا هرچه که در زندگی و وجود ما مانع شنیدن اوست به ما نشون بده شاید ما در رابطه ای هستیم که خواست خدا برامون نیست و از نظر وی گناهه شاید ما هنوز عادات گناه آلودی داریم شاید ما الگوی فکری گناه آلود و بر خلاف خداوند داریم عزیزان روح القدس حتما به ما نشون میده چه مانع یا موانعی برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن در زندگی ما وجود دارند دوما ما باید بدون درنگ هرچه را که روح القدس به عنوان مانع شنیدن صدای خداوند در زندگی ما به ما نشون میده را به خداوند اعتراف و از وی در نام عیسی مسیح درخواست بخشش کنیم سوما از خداوند بخواهیم به ما کمک کنه تا بران گناه و عادات بد غلبه کنیم خودمان هم باید برای دوری از آن گناهان و عادات گناهالود مصمم باشیم. دو عزیزان اقدام دوم ما برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن و تصمیمات خردمندانه مطابق با خواست او اتخاذ نمودن اینه که باید صمیمانه و به طور کاملا جدی تمامی آرزوها، امیال و خواسته های خودمون را به خداوند تسلیم کنیم. تکرار می کنم باید سمیمانه و به طور کاملا جدی تمامی آرزوها، امیال و خواسته های خودمان را به خداوند تسلیم کنیم. عزیزان ما نمیتونیم به آرزوها، امیال و خواسته های انسانی خودمون بچسبیم و در عین حال انتظار داشته باشیم صدای خداوند را نیز بشنویم و از او اطاعت کنیم. ما باید فروتنانه و از صمیم قلب بتونیم به خداوند بگیم خداوند مشتاقم از تو بشنوم که میخواهی برای تو چه کار کنم عزیزان تسلیم کامل آرزوها، امیال و خواسته های انسانیمون به خداوند فقط با کمک روح القدس به ما امکان پذیره شاید ما سالهای درازی را در آرزوها، امیال و خواستهای انسانی سپری نموده ایم که خواست خداوند برامون نبوده اند و با مرور زمان ما با این آرزوها، امیال و خواسته هامون خو گرفته ایم و دیگه اونها با ما عجین شده اند ولی با کمک روح القدس ما حتما میتونیم از آرزوها، امیال و خواسته های انسانیمون دست بکشیم و فقط خواسته های خداوند را از ما انجام بدیم. س اقدام سوم ما برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن و تصمیمات خردمندانه مطابق با خواست او اتخاذ نمودن اینه که برای زمانهای خداوند که همیشه بهترین هستند صبور باشیم تکرار می کنم برای زمانهای خداوند که همیشه بهترین هستند صبور باشیم عزیزان گاهی ما باید مدت مدیدی را در دعا به سر ببریم تا خداوند به ما جواب بده اگرچه خداوند به ما ایمانداران به عیسی مسیح قول داده که او به خواستهای ما چنانچه با اراده و خواست الهی وی هماهنگ باشند حتما پاسخ میده ولی او هرگز به ما قول نداده که به هر خواسته ما از وی بلافاصله جواب میده عزیزان عیسی مسیح در انجیل متا فصل هفت و آیه هفت به ما میآموزد که بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود. آمین. دوست خوب من ما باید صبر با خداوند را برای دریافت پاسخ از وی قسمتی از زندگی مسیحی خودمان بدانیم. لطفا دقت بفرمایید وقتی ما برای شنیدن پاسخ خداوند به درخواست ما از وی صبر می کنیم در واقع داریم با اطمینان خاطر از اینکه وی از جانب ما در فعالیته به او احترام میگذاریم. سعی در سبقت گرفتن از خداوند و بی صبری برای شنیدن از وی حتما موجب شکست و ناکامی برای ما خواهد شد. عزیزان خداوند که خوب ما را میشناسه در مورد صبر به ما درس های زیادی داده در این مطالعه من فقط به سه تا از آیاتی که در کلام خدا او ما را به صبر امر میکنه اشاره میکنم در مزمور چهل و شش آیه ده می خانیم که آرام باشید و بدانید که من خدا هستم و در میان قوم های جهان مورد عزت و احترام خواهم بود. آمین. آیه دوم در مزمور 62 آیه 5 هست این آیه میفرماید ای جان من تنها نزد خدا آرام یاب زیرا امید من بر اوست آمین آیه سوم را در مزمور 27 آیه 14 مطالعه می کنیم. این آیه میفرماید به خداوند امیدوار باش و بر او توکل کن ایمان داشته باش و ناامید مشو آمین عزیزان ما میتونیم همیشه اطمینان خاطر داشته باشیم که خداوند در صبر خودش برای جواب دادن به ما حتما دلیل بسیار خوبی داره دقت کنید خداوند که دانای مطلقه او که ما را آفریده و از تمامی خلق و خو و قابلیت های ما کاملا آگاهه همینطور به خوبی میدونه بهترین زمان دریافت پاسخ ما از وی چه زمانی هست؟ خداوند پدر آسمانی دانا و مهربان ما خوب میدونه چقدر طول میکشه تا ما آمادگی دریافت پاسخ خواسته های خودمون را از او داشته باشیم عزیزان خداوند خوب میدونه ما کی میتونیم پاسخ او را درک کنیم و از امر وی اطاعت اقدام چهارم ما برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن و تصمیمات خردمندان اتخاذ نمودن اینه که در مقابل فشارهای داخلی و خارجی هوشیار و مقاوم باشیم. تکرار می کنم در مقابل فشارهای داخلی و خارجی هوشیار و مقاوم باشیم. عزیزان وقتی ما برای اخذ تصمیمات خردمندانه در صبر با خداوند به سر میبریم این احتمال هست که از بیرون و یا درون تحت فشار قرار بگیریم فشارهای خارجی اغلب از جانب دوستان، افراد خانواده یا کسان دیگری که به ما نزدیک هستند بر ما وارد میاد. این عزیزان ولو با نیت خوب سعی دارن ما را متقاعد کنند تا تصمیم بگیریم حتی اگه هنوز از خداوند نشنیده ایم. پیشنهادات این عزیزان برای تصمیم گیری ما قبل از شنیدن از خود خداوند دلیل بر این نیستند که با اراده و خواست وی یکسان هستند. ما نباید تحت فشار و اصرار دیگران با عجله بدون خواست خداوند تصمیم بگیریم. عزیزان گاهی هم ما خودمان در طول زمانی که برای شنیدن نظر خداوند در صبر با وی به سر میبریم به خودمان فشار میاریم تا هرچه زودتر تصمیمی بگیریم. ما به خودمون فشار میاریم تا قبل از شنیدن از خداوند تصمیم بگیریم، شاید که میترسیم از جوابی که او به ما خواهد داد خوشمون نیاد یا که نخواهیم از پاسخی که خداوند به ما خواهد داد پیروی کنیم. پنج اقدام پنجم ما برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن و تصمیمات خردمندانه اتخاذ نمودن اینه که از دعا کردن دست نکشیم. تکرار می کنم از دعا کردن دست نکشیم. عزیزان کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 به ما امر میکنه که پیوسته دعا کنید. آمین دوست خوب من اگه ما در آن زمانی که دلمون میخواسته از خداوند پاسخی دریافت نکرده ایم نباید ناامید بشیم و از دعا کردن دست بکشیم در طول زمان صبر با خداوند او داره به ما یاد میده که فقط به او اعتماد، اطمینان و اتکای کامل داشته باشیم خداوند میخواد در طول این زمان دشوار صبر برای شنیدن از او ما از شک، ترس و بیقراری به او و زمان منتخب الهی او که هم میشه بهترینه اعتماد کامل پیدا کنیم. شش اقدام ششم ما برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن و تصمیمات خردمندان اتخاذ نمودن اینه که با اعتماد کامل به وفاداری خداوند در انجام تمامی قولهایش در آرامش به سر بریم. تکرار می کنم با اعتماد کامل به وفاداری خداوند در انجام تمامی قولهایش در آرامش به سر بریم. عزیزان کتاب مقدس ما مسیحیان با ارزشترین و موثقترین منبع کسب راهنمایی، تصمیمگیری و هدایت برای ماست. چون که کتاب مقدس افکار پر حکمت خداوند هستند به صورت نوشتاری جمع گردیده در یک کتاب اگه ما خواهیم نظر خداوند را در موردی بدونیم میتونیم کتاب مقدس را مطالعه و از نظر خداوند در آن مورد خاص آگاه بشیم دوست خوب من دقت بفرما کتاب مقدس همچون فیلتری هست که اجازه ورود افکار دنیوی و انسانی را به داخل خود نمیده. در کتاب مقدس هست که ما به وفاداری خداوند در انجام تمامی قولهایش به ما آشنا میشیم. بنابراین ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که خداوند حتما امروزه هم به قول خودش عمل میکنه و به ما پاسخ خواهد داد. هفت اقدام هفتم ما برای قادر به شنیدن صدای خداوند شدن و تصمیمات خردمندان اتخاذ نمودن اینه که برای دریافت آرامش او نسبت به وی متعهد بمانیم. تکرار می کنم برای دریافت آرامش او نسبت به وی متعهد بمانیم. عزیزان لغت آرامش در زبان یونانی یعنی زبانی که کتاب مقدس اول بدان زبان به نگارش درآمد به معنای به هم بسته شدن است وقتی ما برای اخذ تصمیمی با خداوند در توافق و هم نظر با او به سر میبریم در واقع گویی ما با او متعهد، ملزم یا پایبند شده ایم وقتی ما با خداوند در هم نظری بوده و نسبت به وی متعهد، ملزم و پایبند میشیم، آنگاه آرامش الهی وی در قلبهای ما جاری میشه. عزیزان کلام خدا در کلسیان فصل 3 آیه 15 میفرماید بگذارید آرامشی که مسیح عطا می کند همواره بر دلهای شما مسلط باشد چون همه ما باید مانند اعضای یک بدن در هماهنگی و صفا زندگی کنیم در ضمن همیشه شکرگزار باشید آمین دوست خوب من در پایان این مطالعه اجازه بدید تا از شما چند سوال بپرسم سوال اول من اینه که شما معمولا چطور تصمیم میگیرید؟ سوال دوم من اینه که شما برای اتخاذ تصمیمات خردمندانه با چه کسی مشورت می کنید و از چه منبعی استفاده می کنید؟ سوال سوم خداوند چه نقشی در تصمیم گیری های شما دارد؟ سوال چهارم آیا تا حالا شده که بدون مشورت با خداوند تصمیمی اتخاذ نموده باشید؟ سوال پنجم پیامد و نتیجه اون تصمیم شما چی بود؟ سوال ششم در طول زمانی که برای شنیدن پاسخی از خداوند در صبر به سر برده اید چه درس هایی یاد گرفته اید؟ عزیزان دعا می کنم تا امروز همه شما به عیسی مسیح ایمان آورده تا گناهانتان بخشیده شده و از او حیات نوع ابدی دریافت کنید. دعا می کنم که همه شما عزیزان هر روزه زمانی را با خداوند و مطالعه کلام او سپری کنید. دعا می کنم که آموزه های کلام او همواره چراغ راه زندگی شما باشند. خدا را شکر عزیزان امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه چنانچه در طول این مطالعه خداوند عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید خوشحال میشم تا از شما بشنوم همینطور چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده خوشحال میشم سوالات محترم شما را بشنوم و در صورت امکان به آنها پاسخ بدم. با تشکر از تمامی شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض رحمت و محبت عیسی مسیح آرامش الهی او همواره با شما آمین